حمله و آسیب رساندن به مسجدی در شهر آستین شمالی در ایالت تگزاس آمریکا باعث شد جامعه اسلامی به فکر ارتقای اقدامات امنیتی و قرار دادن مأمورین امنیتی مسلح در طول شب در مسجد شوند به گفته فعالان مسلمان در آستین شمالی هجوم به این مسجد و شکستن شیشه ها و تخریب اموال این مرکز اسلامی در حدود ساعت یک دقیقه بامداد رخ داد و هنگامی که سیستم هشدار به راه افتاده پلیس و مقامات مسجد متوجه شکستن شیشه ها تخریب اموال و از جمله پاره شدن لاستیک اتومبیل ها در پارکینگ شده است تصاویر یک مرد سفیدپوست 18 تا 24 ساله هنگام عبور از حصارهای چوبی توسط دوربین های امنیتی مداربسته ضبط شده است وی سپس به جلوی ساختمان آمده و شیشه های ورودی مسجد را شکسته است. تصاویر در ادامه نشان می دهد که شخصی به پارکینگ وارد می شود و لاستیک اتومبیل ها را پاره می کند. به عقیده مسئولین مسجد این حادثه استام ستیزانه و جرمی نفرت محور بوده است. لازم به ذکر است که این نخستین بار نیست که این مسجد با تخریب و حمله مواجه می شود. حادثه ای که دو سال پیش برای مسجد رخ داد سبب شد که متولیان مسجد یک نگهبان شبانه با هزینه ماهانه 6000 دلار استخدام کنند که او هم در روز حادثه حضور نداشته است به گفته پلیس تحقیقات در این زمینه ادامه دارد اما هنوز پیشرفتی در شناسایی مجرمان حاصل نشده است